وقتی خودتو شناختی، اولین صحبتی که سال گذشته در آغاز مبحث عشق کردم، عرفان در دو پایه اراده و خلاقیت قرار گرفته. تو این داستان اراده و جبر رو خیلی زیبا توضیح میده حضرت مولانا. اما خلاقیت به معنی استعداد تو نیست، خلاقیت در تمام انسان‌ها وجود داره، بدون هیچ شکی وجود داره، استعداد نیست. زمانی خلاقیت شکوفا میشه که من در آنی خودم رو میبینم آن دیگه خالیم، اون رو کریان نمی کنم، اون رو دوش خودم نمی کشم. اون لحظه ای که انسان خالیه، خلاقیت جلوه می کنه. حرف عرفان همینه، خلاقیتت شکوفا میشه. پس میگه من برای امتحان ها، یعنی همین امتحان، وقتی که من آدم خوبم، وقتی که من هیچ ایرادی درم نیست، امتحانی هم دیگه برام معنی نداره، اصلا امتحان رو نمیفهمم. این که میگه خالصی در خلوص باشه که یکونو خالصن فل امتحان، این خلوص در امتحان یعنی چی؟ یعنی زمانی که من دارم خودم رو میبینم، زمانی که میدونم کجاها حسودم، کجاها عصبیم، کجاها دروغگوام. دروغ گفتی، دروغ گفتی، رفوش نکن، اینجا به دردت میخوره، و الا امتحانها رو یکی بعد از دیگری از دست میدی. امتحانها یعنی چی؟ در بیت پایین باز میکنه. وقتی که تو خوبی، تو ذاتن خوبی، هیچ کس بد نیست. سعی نکن آدم خوبه باشی، خودت خوبی، اما ببینش، فرار نکن. هر چقدر از خودت فرار کنی، خودت با خودته. از دست خودت کجا میخوای بری؟ فقط میتونی تأخیر بندازیش، دیلی کنی، بگی الان نه، ایشالله بعدن درست میشه. خب میگه که روز اندر سیر بود شب در نماز، روز اندر سیر بود شب در نماز، چشم اندر شاه باز او همچو باز. میگه چشمش به شاه، به هستی، به حقیقت وجود باز بود. آقای دقوقی این باز، این شاهین، این شاهین تیز چشم، این داشت حرکتهای هستی رو، ندای درون رو گوش بر اون داشت، چشمش رو اون باز بود. این که می گفت خالص بودن برای امتحان ها یعنی همین. شما فکر نکنید هستی بارها میاد و میره، هستی بارها در سر راهت داره باهات صحبت میکنه. حالا هستی رو میخوای بگیر حضرت دوست، میخوای بگیر خدا، هر چی اسمش رو میذاری، هستی با تو در تماسه. چشم چون شاهد بازده، چون آدم خوبه ای، چون میخوای آدم خوبه باشی. وقتی آدم خوبه یعنی خودت رو نمیبینی، دروغت رو رفو میکنی، حسادتت رو رفو میکنی، خشمت رو رفو میکنی. بابا من که مهم نیستم، مهم اینه که شما راجع من چی قضاوت میکنی، همین مهمه. پس من چشم شاهین ندارم. دوستانی که جاهایی که در هر جایی که این صحبت ها رو میشنم به وسیله ایمیل یا حضورن صحبت هایی رو میکنن در سنگین بودن مطالب، والا مطالب سنگین نیست. یک آن خودت رو ببین، این چیز سختی نیستش که. وقتی این پیام هایی که از شاه داره میاد، پیام هایی که داره از یونیورس براد میاد، یعنی چی؟ این سالک راه تو یک جایی وای نایستاده، مکان خودش رو حرکت میده. شما یه دفعه ما شخم بزنید، آقا چند ساله به یک عقیده ای؟ این عقیده رو شما فقط دین نگیرید، والا در سطح های نازل عقیده مند بودن بسیار خطرناکه. آقا تمام زندگی تو به این چیزا گذشت، به این شنم شوربایی ها گذشت،
یه دفعه شخم بزن ببین شاید یه جای دیگه یه مطلب دیگه ای داره. یعنی حرکت، این یعنی دیدن خودت، یعنی باز بودن چشم بر رمزهای شاه.